واقعیت اینو ندارم که باید در آمده احساسی کنند جامعه یکی به زودی با موضوعات مطرح در جلسه امروز قرارگاه بیشتر حول و حوش موضوع اومیکرون و تشدید اون بود. خب همینطور که در آمارهای اعلام شده توسط عزیزان ما در وزارت بهداشت ملاحظه شده، خب این داره به شدت رشد میکنه، تعداد مراجعات فراوان شده و این قبلا هم این هشدارش داده شده بود که باید مراقبت بکنیم. یکی از عوامل مهم این رشد در جلسه هم بحث شد، این عدم اعمال مقررات بهداشتی برشمرده شد که مرتبا هم تاکید شده بود از قبل و خواهی شده بود از هم مردم عزیزمون، هم اصناف، ادارجات و هر کسی که اجتماعی میخواد تشکیل بده موظفه که پیگیری کنه رعایت پروتکل های بهداشتی بشه. بحث ماست که بسیار جدی هست، خب بعضی جاها اجرا نمیشه و رعایت نمیشه و این خودش مشکل ایجاد میکنه. اجتماعات غیر ضروری قرار بوده شکل نگیره و از این شکل میگیره و اینها از جمله مسائل بود. یک مسئله دیگه واکسن دوز سوم بود که قبلا هم تاکید شده بود که این میتونه ایمنی رو بالا ببره و این متاسفانه درصدی که مراجعه کردن برای واکسن دوز سوم بسیار کم نسبت به اونچه که انتظار میرفت. احتمالاً ما ناچار میشیم همونجور که قبلا در مدیریت هوشمند دو دوز واکسن رو میخواستیم الان تبدیلش کنیم به سه دوز واکسن. البته این نیاز به مصوبه ستاد ملی کرونا داره، اگر در اونجا مصوب بشه یعنی ما در مدیریت هوشمند اون وقت باید حتما افراد سه دوز واکسن رو زده باشن. ولی ما خواهشمون از این هم مردم و هم اتحادیه ها، صنوف و هر جایی که با اجتماع مردمی سر و کار داره این است که رعایت بشه و این بحث اومیکرون رو دست به دست هم بدیم و نگذاریم که خدا نکرده اون مدیریت مطلوبی رو که اعمال شده بود و در الان هم اجرا میشه این خدا نکرده برگرده و مردم ما رو دچار خسارت بکنه. یه بحث دیگه هم داشتیم راجع به مسببات سابق ستاد ملی کرونا و دستبندی اونها که خب بعضی از اون مسببات چون زمانش گذشته ما باید اونها رو اعلام توقف بکنیم که اینها ارزیابی شد که گزارشش داده شد در جلسه. یه موضوع دیگه هم راجع به منابع مورد نیاز وزارت بهداشت بحث و گفتگو شد، به خصوص بیمارستان ها که هم عزیزان ما در سازمان تامین اجتماعی هم عزیزان ما در سازمان برنامه بودجه بنا شد که این رو تعقیب بکنن و انشاءالله مطالبات بیمارستان ها رو برای ادامه خدمات خودشون انشاءالله بتونن سریعتر تامین بکنن و اینها جزء موضوعاتی بود که در جلسه بحث شد. من ضمن تبریک به مناسبت فرارسیدن ایام دهه فجر می‌خواستم ببینم تمهیداتی برای برگزاری راهپیمایی 22 بهمن به صورت فردی یا خودروی هنوز صحبت نشده، در نظر نگرفتیم؟ ببینید بحث خودرویش که طبیعی است میتونه برگزار بشه، مشکلی نداره. در بحث فردی این تصمیم گیری نهاییش باید در ستاد ملی کرونا انجام بشه، اونم با ارزیابی شرایط جدید. ببینیم که با توجه به شرایط جدید اگر اشکالی نداشته باشه اینو باید ستاد ملی کرونا تصمیم کنه. فعلا تصمیم قطعی راجع به موضوع گرفته نشد، ولی در هر حال در بحث خودرویش در هر شکلی برقرار هست. این موضوعی که فهمیدم مورد اجتماعاتی که نباید برگزار بشه و داره برگزار میشه، یکی از این جوها و مردم انتقادی که دارن و از رسانه ملی میخوان که پیگیری کنن میگن که چرا الان مثلا یه سری از بازی‌های فوتبال به خاطر شیوع اومیکرون کنسل شده اما برگزاری کنسرت‌ها همچنان پابرجاست. لطفا در مورد موضوع بفهمید که تمهیدات و برنامه‌ها به چه صورتیه. خب کنسرت هم اجتماع هست، همه جمع میشن، بازی فوتبال هم همینطور، حالا تو فضای سربسته است، این فوتبال تو فضای سربازه. لطفا در مورد موضوع توضیح بدید. بله اونم مصوب شده، البته مصوباتش ابلاغ میشه که اونها هم تا حد اکثر 20% ظرفیت مجاز هستند. این ابلاغ تو ستاد ملی کرونا تصویب شده ولی هنوز ابلاغش صادر نشده. ابلاغش صادر میشه، این دیگه در واقع از زمان ابلاغ لازم الاجرا هست که این
محدودیت های تجمعات در سقف 20% تا حد اکثر 30% در بعضی جا تا 20-25% و 30% پیش بینی شده، بستگی مدت ماندگاری در اون محل هست و کاهش زمان های برقراری همین اجتماعات مثلا به 90 دقیقه حد اکثر. اینها جز مصوباتی است که در ستاد ملی کرونا تصویب شده. فکر میکنم انشاءالله اینو به سرعت به اطلاع عمومی رسونده میشه که این بر اساس اون عمل بشه. ببینید در مورد رنگ بندی ها، ملاکش همون بعض سابق رنگ بندی های جدیدی تعریف نشده. بله متاسفانه استان های بیشتری هم قرمز بیشتر شده، هم نارنجی و هم زرد. و الان تو جلسه حدود فکر کنم 17 نقطه رو 17 جا رو به عنوان قرمز اعلام کردن و حالا اینا رو به طور مرتب دوستان ما در وزارت بهداشت اعلام میکنن. در رابطه با ترددها هنوز تصمیم خاصی راجع به محدودیت راجع به ترددها گرفته نشده و بنای الان نیست راجع به ترددها محدودیت اعمال بشه. و دیگه نکته دیگری در رابطه با مدارس، ببینید اختیاراتی که به استانداری ها داده شده اینه که اگر در یک مدرسه خاص معلوم شد که در اونجا بیماری پیدا شده، خب اول اینه که اون بیمار اونجا نباید حضور پیدا کنه، اما اگر معلوم شد تعداد بیمارا به مقداری است که کل مدرسه باید تعطیل بشه به یه مدتی، در مورد اون مدرسه خاص تصمیم گیری میکنن. تصمیم گیری سراسری راجب در یک استان راجب که مدارس تعطیل بشه چنین چیزی نداریم. بله در مورد اون مدرسه خاص تصمیم گیری میکنن برای اون مدت مشخصی که حالا عزیزان ما در وزارت بهداشت میگن اونهایی که الان کرونا یعنی اومیکرون دارن با 5 روز بستری کفایت میکنه. فعلا با این در خود وزارت بهداشت داره این عمل میشه که این حالا در ستاد همین طرح و بحث خواهد شد، ممکنه همین تون دستورالعمل وزارت بهداشت همین مبنا قرار بگیره. ولی فعلا توی بیمارستان وزارت بهداشت خودش همینه که اگر کسی علائم دید 5 روز مرخصی میرن، میگن این کفایت میکنه این 5 روز. در مورد مدارس هم اگر یک چنین چیزی تمدید توسعه پیدا کرد، مفهومش همینه که کسانی که بیمار هستن به مدت 5 روز خواهند استفاده کرد از این موقعیت تعطیلی و عدم حضورشون تا انشاءالله بیماری در بین اونها کاهش پیدا کنه. بنابراین ما اجازه دستور کلی سراسری کسی در استان بگه کل مدارس تعطیل باشه فعلا چنین اختیاری داده نشده. یه سری مصوبات مربوط به دوره خاصی بوده، ما از بعد از که مدیریت هوشمند اعمال شده بعضی از مصوبات به دلیل تون قالب مدیریت هوشمند اعمال شده دیگه ممکنه متوقف بشه، یا بعضی مربوط به زمان خاصی بوده اونها جز مصوبات بوده اینها متوقف خواهد شد. اینها لیست داری میشه بعد اعلام خواهد شد. خیلی ممنون. متشکرم.